به نام خدا، مشتبه حدادی هستم با آموزش اقتصاد ایران دو در خدمتتون. درس اول پرداخت نقدی یارانه هاست. در ابتدا مقدمه ای رو ما بیان کردیم که کلیت یارانه و معایب و مزایای اون رو به طور کلی بیان میکنم. یارانه یا سوبسید که در عرف اقتصادی معکوس مالیات هست، یکی از ابزارهای مالی مهمیه که از طریق اون دولت به دنبال تحقق اهدافی مثل بهبود توزیع درآمد یا حمایت از اقشار کم درآمد رو بهش دست پیدا میکنه. یکی دیگه از اهدافی که با یارانه دولت میخواد بهش برسه، افزایش یا تداوم تولید برخی از صنایع و بهبود تخصیص منابع در بخشهایی که بازار در اون نارسایی داره. به طور کلی دولت با پرداخت یارانه به دنبال این هست که منافع رو از یک گروه به گروهی دیگه در جامعه انتقال بده. در یک معنای کلی تر میتونیم یارانه رو هر گونه پرداخت بلاعوضی بدونیم که دولت به مردم و فعالان اقتصادی پرداخت میکنه و اگرچه از منظر سوداوری برای دولت توجیه نداره، اما از جهت تحقق رفاه عمومی بسیار ضروریه. با وجود غریب به ذهن بودن مفهوم کلی یارانه، تعریف دقیق و واژه شناسی این مفهوم باعث سردرگمی بسیاری بین تمامی محققان شده. این مشکل در تحقیقات کاربردی که نیازی به محاسبه دقیق میزان یارانه وجود داره بیشتر خودش رو نشون میده. در یک تعریف گسترده تر، یارانه شامل هر گونه پرداخت مستقیم یا غیر مستقیمیه که دولت در کنار اعطای انواع امتیازات اقتصادی به مؤسسات خصوصی یا دولتی و خانوارها از سوی دولت برای رسیدن به اهداف مورد نظر دولت پرداخت میشه. رایج ترین تعریف از یارانه اون رو به یارانه قیمتی محدود میکنه. توی این تعریف یارانه همون پولیه که دولت برای نگه داشتن قیمت محصولات اختصاص میده و موجب میشه بین قیمت پرداختی از سوی مصرف کننده ها و قیمت بازاری شکاف ایجاد بشه. یارانه ها رو از جنبه های گوناگونی مثل مراحل پرداخت، گروه های دریافت کننده، اثرگذاری بر قیمت بازار و انعکاس در حساب ملی و بودجه دولت میتونیم تقسیم بندی و طبقه بندی انجام بدیم. همانطوری که تو این جدول میبینید، مبنای دسته‌بندی و انواع یارانه بیان شده. در نوع یارانه مستقیم یا غیر مستقیم، مبنای دسته‌بندی اثرگذاری بر قیمت‌های بازار هست. در شکل دیگه ای از طبقه بندی انواع یارانه ها که به طبقه بندی یارانه باز، سرانه و هدفمند تقسیم میشه، مبنای دسته‌بندی نحوه توزیع هست و در طبقه بندی دیگه که به یارانه مصرفی و تولیدی تقسیم میشه، مراحل پرداخت یارانه مبنای دسته‌بندی قرار گرفته و در نوع یارانه آشکار و پنهان، مبنای دسته‌بندی انعکاس در بودجه دولت و حساب‌های ملی مد نظر قرار گرفته. اگر بخوایم به تفکیک اینها رو توضیح بدیم، مورد اول یارانه مستقیم و غیر مستقیم هست که یارانه غیر مستقیم به تعیین قیمت کالا و خدمات به میزان کمتر از قیمت رقابتی گفته میشه. در مقابل یارانه مستقیم به پرداخت نقدی یا کالای مستقیم یا اعطای ارزشی با مصارف خاص اطلاق میشه. یارانه مستقیم خودش از یارانه نقدی و کالایی تشکیل میشه. در نوع دیگه ای از طبقه بندی یارانه ها که بیان کردیم، یارانه باز، سرانه و هدفمند هست. منظور از یارانه باز یا همگانی یا فراگیر همون حالت مرسوم پرداخت یارانه، یعنی کاهش قیمت بازاری محصول برای تمامی مصرف کننده هاست. توی این نوع یارانه توزیع یارانه ها به طور مستقیم به خرید محصول ارتباط داره و طبعا افرادی که سهم بیشتری از این کالا رو در سبد مصرفی اونها قرار میدن بیشتر از بقیه از این یارانه ها بهره میبرن. در یارانه سرانه میزان مشخصی کالا یا پول نقد به تمامی افراد پرداخت میشه و در یارانه هدفمند هم پول یا کالای پرداختی صرفا به اقشار هدف اختصاص پیدا میکنه.
در نوع دیگه از طبقه بندی انواع یارانه ها، یارانه به یارانه مصرفی و یارانه تولیدی تقسیم میشه. یارانه تولیدی به مداخله های مالی دولت گفته میشه که هزینه تولید رو برای تولید کننده کاهش میده یا قیمت دریافتی تولید کننده رو افزایش میده. همچنین پرداخت های مستقیم به تولید کننده ها یا امتیازات تعلق گرفته به اونها رو نیز باید تو این دسته بندی قرار بدیم. پرداخت این نوع یارانه در کشورهای بسیار پیشرفته به ویژه در بخش کشاورزی بسیار رایجه. در مقابل یارانه ای که قیمت پرداختی توسط مصرف کننده ها رو نسبت به حالت عملکرد آزادانه بازار کم میکنه و همینطور پرداخت نقدی به مصرف کننده ها رو جهت اینکه قدرت خرید اونها رو افزایش بده رو یارانه مصرفی مینامیم. در دستبندی چهارم و آخرین نوع دستبندی یارانه هایی که ما اینجا بیان میکنیم، یارانه رو به یارانه آشکار و پنهان تقسیم میکنن. این تقسیم بندی یارانه توی کشور ما بسیار پرکاربرده. اگرچه توی ادبیات موضوع یارانه به این شکل چنان مرسوم نشده، اما منظور از یارانه آشکار پرداخت نقدی دولت بابت اعطای یارانه مستقیم یا غیر مستقیم به بخش‌های تولیدی یا مصرفیه که تو بودجه دولت مشخصاً به عنوان یک قلم هزینه‌ای وارد میشه. اگه بخوایم مثالی رو مطرح کنیم، توی کشور ما یارانه پرداختی بابت کالاهای اساسی، واردات بنزین، توسعه ناوگان حمل و نقل، سود تسهیلات بانکی و یارانه نهادهای تولید به ویژه در بخش کشاورزی اصلی ترین اقلامی هستند که یارانه های آشکار محسوب میشن. اما منظور از یارانه پنهان چیه؟ ما به تفاوت قیمت رایج یا قیمت یارانه ای با قیمت مرجع است که به این میگن یارانه پنهان. همونطوری که گفتیم قیمت مرجع میتونه هزینه تولید محصول یا هزینه فرصت اون که مثلا قیمت جهانی باشه رو به ما نشون بده. این نوع یارانه به عنوان یک قلم هزینه‌ای توی بودجه دولت منظور نمیشه و میزان عدم نفع ناشی از ارزان فروشی محصول تولیدی نسبت به قیمت جهانی یا هزینه تولید اونه. یارانه حامل‌های انرژی در کشور ما عموماً از این نوع یارانه هاست. یعنی دولت برای پایین بودن قیمت اون مبلغی رو پرداخت نمیکنه، بلکه از درآمد حاصل از فروش اون در قیمتی بالاتر خود دولت خودش رو محروم میکنه. تو این بخش ما اومدیم تاریخچه ای از یارانه رو در ایران و جهان خلاصه کردیم و براتون بیان میکنیم. در بخش اول اصلاح نظام پرداخت یارانه های باز یا یارانه های همگانی قیمتی سیاستی شناخته شده و در عرصه سیاست گذاری اقتصادی بسیار مسبوق به سابقه هست. حذف یارانه های فراگیر قیمتی جزئی از برنامه های تعدیل ساختاری و کاهش مداخله دولت در اقتصاده که از اواخر دهه 1980 و یا اوایل دهه 1990 میلادی که مقارن میشه با تضعیف و فروپاشی نظام سوسیالیستی در بسیاری از کشورهای جهان، این نظام یارانه ای اجرا شد. در حقیقت حذف یارانه های همگانی یکی از راهکارهای کاهش نقش دولت و وسعت بخشیدن به کارکرد مکانیزم بازار در تخصیص منابع بود. همچنین حذف این نوع یارانه از جهت کمک به کاهش هزینه های دولت و ثبات بخشی به اقتصاد به ویژه کنترل تورم که یکی از اجزای بسه اصلاحی تعدیل ساختاری بود، هم مورد توصیه سیاست‌های سنتی اصلاحات اقتصادی قرار گرفت. آمارها نشون میده که در اثر بست این نوع رویکرد میزان یارانه انرژی در جهان طی دهه 80 و 90 میلادی نسبت به سال‌های قبل از اون به شدت کم شد. بیشترین یارانه در بین بخش‌های اقتصادی معمولاً به فعالیت‌های مثل صنایع زیربنایی، آب، برق، فاضلاب و صنایع از این قبیل، همچنین بخش زراعت و همچنین انرژی اختصاص پیدا میکنه. در کشورهای پیشرفته یارانه معمولا به شکل پرداختهای مستقیم به تولید کننده ها جهت حمایت از فعالیت اونها انجام میشه. اگرچه پرداختهای انتقالی هدفمند مستقیم دولت به مصرف کننده ها هم
ارقام بسیار قابل توجه توی این نوع کشورها. در کشورهای در حال توسعه یارانه عموما به شکل یارانه باز، یعنی پرداخت یارانه به مصرف کالا از طریق کنترل قیمت و نگه داشتن اون زیر هزینه متوسط تولید هست. اما تاریخچه یارانه ها در ایران، در ایران مسئله یارانه همواره یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین موضوعها در فضای سیاستگذاری اقتصادی بوده. وجود منابع بسیار عظیم انرژی در کشورمون و حصول درآمد قابل توجه از فروش این منابع، امکان مداخله اقتصادی دولت از جمله به شکل پرداخت یارانه رو فراهم کرده. از سوی دیگه وجود این درآمدها تا حدی زمینه توقع عمومی افراد رو برای دریافت انواع یارانه ها به وجود آورده. ضرورت های مثل وضعیت خاص کشور در دوره انقلاب و دفاع مقدس و پیگیری اهداف حمایتی از سوی دولت بر توسعه این نگرش بیان شده ما مؤثر بوده و با وجود اختصاص یارانه به کالا و بخش های مختلف اقتصادی، بحث حامل های انرژی در بین کالاهای مشمول یارانه همواره دارای بیشترین اهمیت بوده. این اهمیت ناشی از وسعت یارانه های پرداختی به حامل های انرژی و ماهیت ویژه اوناست که علاوه بر کالای مصرفی نهادهای تولید هم محسوب میشن. در مجموع طی سالهای گذشته با وجود آسیب ها و کاستی های آشکار نظام پرداخت یارانه تو کشورمون به دلیل مخالفت ها و عدم اتفاق نظر بین گروه های سیاسی، صاحب نظران دانشگاهی و مقامات اجرایی در خصوص نحوه اصلاح نظام وجود رو در کنار تعلل مسئول های اجرایی این طرح و ترسیدن از عواقب و آثار ناشناخته شروع این طرح، نظام پرداخت یارانه توی کشور ما طی سالهای زیادی با تغییر اندکی به کار خوش ادامه داد، در حالی که شکاف قیمت محصولات مشمول یارانه با هزینه تولید یا هزینه فرصت به ویژه در مورد حامل‌های انرژی به طور پیوسته افزایش شد. البته در این بین با تشدید مشکل، سیاست‌هایی رو ما در راستای اعمال تبعیض قیمت بر اساس سطح مصرف و سهمیه بندی با هدف کند کردن رشد مصرف این محصولاتی که شامل یارانه می شدن اعمال کردیم. بحث بعدی توزیع یارانه ها به شکل کنترل قیمت زیر قیمت بازاریه، به طور کلی به معنای برقرار کردن یک رابطه مستقیم بین میزان مصرف و بهره‌مندی از یارانه هاست. به این ترتیب که هرقدر میزان مصرف فرد از کالای مشمول یارانه بیشتر باشه، مطلق بهره‌مندی او از یارانه هم بیشتر میشه. از اونجایی که سطح درآمد و ثروت عامل اصلی مؤثر بر مصرفه، به همین دلیل قابل پیش بینی خواهد بود که اقشار پر درآمد و ثروتمند با توان مصرفی بالاتر بیشتر از اقشار کم درآمد از یارانه بهره مند میشن. این وضعیت با فلسفه پرداخت یارانه که همون حمایت از اقشار فقیر و کم درآمده در تعارضه. دومین دیدگاه موافقان پرداخت نقدی یارانه افزایش کارایی، محوری ترین هدف توی سیاست گذاری اقتصادی از منظر نظریه متعارف اقتصادی افزایش کارایی است. معیار کارایی در مکاتب و نظریات مرسوم و مسلط اقتصادی مهمترین معیار تعیین بهینگی و سنجش مطلوب بودن سیاست‌های اقتصادی محسوب میشه. بخش بسیار عمده‌ای از حمایت‌ها از حذف یارانه همگانی به ویژه از سمت جریان متعارف و مسلط در دانش اقتصاد و طرفداران اونا به این علتی که این نوع پرداخت یارانه سیاستی ضد کارایی تلقی میشه و در نتیجه حذف اون در جهت بالا رفتن کارایی ارزیابی میشه. بهبود مورد ادعای ما در کارایی، هم در کارایی فنی و هم در کارایی تخصیص منابع مد نظر ماست. سومین مورد، بالاتر بودن اثر رفاهی پرداخت نقدی نسبت به یارانه باز هست. در نظریه اقتصاد اثبات میشه که پرداخت مبلغی مشخص به صورت نقدی به مردم و افراد جامعه با فرض ثبات سایر شرایط، اثر مثبت رفاهی بیشتری رو
نسبت به همون میزان یارانه از طریق کنترل قیمت داره. این مسئله به این حقیقت برمیگرده که پرداخت نقدی موجب آزادی انتخاب مصرف کننده در بین کالا و خدمات مختلف میشه و قدرت خرید اون مصرف کننده رو روی همه محصولات افزایش میده. تو این شرایط مصرف کننده میتونه قدرت خرید افزایش یافته خودش رو به طور دلخواه برای خرید محصولات مختلف مصرف کنه. رفاه اضافی به وجود اومده در حالت پرداخت نقدی ناشی از آزادی عمل بیشتر این افراد در انتخاب کالای مصرفی دلخواه خودشونه. در یارانه فراگیر فرد مجبوره که برای بهره‌مندی از یارانه از دسته بسیار کمی از کالاها که مشمول یارانه هستند استفاده کنه. با توجه به قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی با افزایش در میزان مصرف کالاهایی که مشمول یارانه هستند، مطلوبیت نهایی به تدریج کم میشه. این در حالیه که دریافت نقدی از سوی مصرف کننده و توزیع اون بین کالاهای مختلف میتونه مجموع رفاه و رضایت خاطر مصرف کننده رو افزایش بده. چهارمین مورد کاهش هزینه‌های دولت در پرداخت نقدی یارانه هاست. یکی از انگیزه هایی که در اصلاح نظام پرداخت یارانه ها کاهش فشار مالی بر بودجه دولت، یعنی اتخاذ سیاست هایی که باعث تثبیت اقتصاد و به طور مشخص کاهش تورم که در ادبیات اقتصادی بسیار مورد توجه است، سیاست حذف یارانه ها به عنوان سیاستی انقباضی و ضد تورمی اشاره بهش میشه. برهم زدن نظم قیمتی در اثر پرداخت یارانه و قرار دادن قیمت های کمتر از مقدار واقعی به تدریج و به مرور زمان تقاضای این کالا و خدمات رو افزایش میده و دولت به عنوان متولی پرداخت یارانه ناچاره که برای تداوم این وضع در هر دوره مبلغی رو بیشتر از دوره قبل و گذشته صرف پرداخت یارانه بکنه، که این مسئله به معنای وارد آمدن فشار دائمی و بسیار فزاینده بر بودجه دولته که در نهایت دولت رو به لحاظ مالی با عدم توانایی در پرداخت مواجه میکنه. پنجمین دیدگاهی که موافقان پرداخت نقدی یارانه بهش اشاره کردن، شفافیت یارانه های نقدی است. از اونجایی که یارانه های پنهان در حساب های ملی و بودجه دولت انعکاس پیدا نمیکنه، دولت در مدیریت ابعاد این نوع یارانه ها همیشه با مشکل مواجهه. اما در پرداخت یارانه به شکل نقدی به تولید کننده و مصرف کننده ها شفاف ترین روش پرداخت یارانه محسوب میشه. با تبدیل یارانه همگانی به یارانه نقدی، قسمت بزرگی از یارانه پنهان در مورد انرژی شکل شفاف به خودش میگیره. شفافیت در قیمت ها و یارانه های پرداختی به نوبه خودش احتمال سوء استفاده و فساد رو در توزیع و بهره‌مندی از یارانه ها رو هم کم خواهد کرد. ششمین دیدگاه این دسته از تحلیلگران رفع زمینه فساد به ویژه قاچاق سوخت است. عرضه یک کالا در قیمت پایین تر از قیمت سایه‌ای زمینه ساز آربیتراژ و ایجاد رانت و بروز فساد اقتصادی، انتقال فرآورده های نفتی به صورت قاچاق به خارج از کشور جهت فروش اون با قیمتی بالاتر از اون یک نمونه از این نوع فساد هست و به این علته که در کشور همسایه قیمت انرژی معمولا مشمول یارانه نیست، که این مسئله موجب میشه که قاچاق سوخت به این کشورها تبدیل به فعالیتی پربازده و پرسود برای متخلفان و قاچاقچیان بشه. با افزایش قیمت این محصولات در کشورمون و نزدیک کردن قیمت‌های داخل به قیمت‌های جهانی، زمینه این نوع فساد و این نوع قاچاق‌ها از بین خواهد رفت. در ادامه این دیدگاه‌هایی که بیان کردیم، منافع زیست محیطی پرداخت نقدی یارانه هاست که این دسته از تحلیلگران بهش اشاره می کنن. یکی از جدیدترین حمایت هایی که از حذف یارانه های فراگیر قیمتی تو بخش انرژی بهش اشاره میشه، مربوط به ضرورت کاهش مصرف انرژی از منظر توسعه پایدار سوخت های فسیلی علت اصلی تغییرات آب و هوایی توی جهان محسوب میشه و یکی از آثار اعطای یارانه های فراگیر در بخش انرژی رشد پسماندهای مصرفی و آلودگی ناشی از گسترش استفاده از سوختهای فسیلیه که توسط بنگاه‌های تولیدی یا خانوارها مصرف میشه. این رویکرد حتی با پرداخت یارانه نقدی به تولید کننده های انرژی هم مخالفه، زیرا این نوع یارانه با تشویق تولید انرژی آثار مشابهی رو
به جا میذاره. تقاضای کمتر منابع پایان پذیر این اطمینان رو میده که موجودی منابع طبیعی با سرعت کمتری تمام میشه و کاهش در تولید مصرف انرژی از طریق حذف یارانه های اختصاص یافته به این بخش هم میزان انتشار آلاینده ها رو از فرایند احتراق و سوختن اونها کم میکنه. به همین دلیل حامل های انرژی نه تنها نباید مشمول دریافت یارانه باشند، بلکه حتی باید بر میزان مصرف اونها مالیات هم وضع بشه. هشتمین مورد از دیدگاه موافقان پرداخت نقدی یارانه ها مواجهه با گسترش شهرنشینیه. ساختار یارانه های همگانی به شکلیه که طبقات شهری بیشتر از خانوادهای روستایی از این نوع یارانه برخوردارن. همانطور که روشن شد، یارانه های همگانی نوعی از پرداخت یارانه ایه که میزان بهرهمندی از اون با سطح مصرف رابطه مستقیم داره و این باعث میشه که ساختار تقسیم کار بین شهر و روستا که همون جوری که میدونیم به شکلیه که جوامع شهری از ساختار مصرفی برخوردارن و در مقابل اون جوامع روستایی در مقایسه با مقیاس دارایی و ثروت خودشون به طور وسیع‌تری به تولید محصول اشتغال دارن. تو این شرایط اعطای یارانه های باز که میزان بهرهمندی از یارانه رو به میزان مصرف گره میزنه موجب بهرهمندی بیشتر شهرنشینان در مقابل روستایی ها میشه که این مسئله صرف نظر از تعارض اون با اهداف عدالت جویان یارانه ناخواسته سطح زندگی در شهر رو به طور مصنوعی بالا نگه میداره. نحوه توزیع یارانه های همگانی میتونه تأییدی باشه بر نظریه دولت و شهرنشینی که بر اساس اون استدلال میشه تلاش های اقتصادی دولت خودش یکی از عوامل مؤثر بر توسعه شهرنشینی هست. همچنین که برخی از مطالعات نشون میده اجرای طرح هدفمندی یارانه از سال 89 باعث بهبود رفاه خانوارهای روستایی شده که بیشترین تأثیر رفاهی رو بر افزایش مصرف مواد غذاییشون گذاشته. مورد نهم سهم بالایی یارانه نقدی پرداختی در بودجه خانواده های کم درآمد هست. پرداخت نقدی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی اثر رفاهی مثبتی بر کم درآمدترین خانواده های کشور به جا خواهد گذاشت. حتی با این فرضی که به همه خانواده ها به میزان مساوی یارانه نقدی پرداخت بشه، از اونجا که سطح درآمد خانوارهای دهک‌های پایین بسیار کمه، در نتیجه سهم یارانه نقدی پرداختی به این خانواده ها نسبت به کل درآمد اونها رقم بسیار بالایی میشه. به همین دلیل تأثیر رفاهی مثبت یارانه های نقدی بر خانواده های کم درآمد به مراتب بیشتر از طبقات پردرآمده که این شرایط با اهداف عدالت خواهانه کاملا مشترکه و همسویی اهداف رو بین این موارد میبینیم. این مورد، مورد نهم در دیدگاه موافقان پرداخت نقدی یارانه ها بود. در بخش بعدی ما دیدگاه های مخالفان پرداخت نقدی یارانه رو بررسی میکنیم و به تحلیل این دیدگاه ها میپردازیم. دیدگاه مخالفان پرداخت نقدی یارانه ها خودش به چندین دیدگاه و چندین دلیل تقسیم میشه که اولین دلیلی که مخالفان پرداخت نقدی یارانه ها برای خودشون در نظر گرفتن تورم شدید و اثرات توزیعی اون. یکی از هزینه ها و آسیب های حذف یارانه های فراگیر آثار تورمیه ناشی از این نوع یارانه هست. آثار تورمی که گفتیم طبیعتاً در حالت افزایش یک باره و شدید قیمت ها شدیدتر از اصلاح کم کم و تدریجی اونه. اصلاح قیمت های انرژی در کنار پرداخت نقدی به خانواده ها از دو کانال باعث افزایش تورم میشه. اولیش افزایش قیمت حامل های انرژی با توجه به ساختار انرژی بر بودن تولید در کشورمون به افزایش هزینه تمام شده محصولات و تورم فشار هزینه منجر میشه. در کنارمون پرداخت یارانه نقدی در صورتی که موجب افزایش نقدینگی بشه باعث افزایش تورم میشه که همون تورم فشار تقاضا بهش میگن، و حتی در صورتی که عدم افزایش نقدینگی به معنای کفایت درآمدهای حاصل از
افزایش قیمت ها برای پرداخت نقدیه باز هم با خرج شدن یارانه های نقدی بر کالاهای ضروری از سوی دهک های پایین تورم تو این کالاها افزایش پیدا میکنه. این تحلیلی که ما گفتیم مبتنی بر این واقعیته که سبد مصرفی دهک های پایین به صورت عمده شامل کالاهای ضروریه. در خصوص پرداخت یارانه های نقدی بعد از اصلاح قیمت ها این نکته بسیار قابل توجهه که در پرداخت نقدی یارانه ها دو حالت قابل تصوره. حالت اول که همون مورد الف ماه، منبع پرداخت یارانه نقدی به خانوارها صرفاً درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی باشه. پس چی شد؟ وقتی که ما منبع پرداخت یارانه های نقدیمون رو فقط افزایش قیمت حامل های انرژی در نظر بگیریم، در این صورت توزیع درآمدهای حاصله بین اقشار مختلف واسه جبران قدرت خرید از دست رفته در بهترین شرایطش صرفاً میتونه افزایش انرژی رو در بودجه خانوار جبران کنه و تورم به وجود اومده ناشی از اون توی سایر کالاها که ناشی از افزایش قیمت انرژی رو جبران نمیکنه به هیچ وجه. این مسئله به لحاظ حسابداری بسیار بسیار بدیهیه، چرا که تو این فرض پرداخت جبرانی دولت صرفاً از محل منابع جمع‌آوری شده. این منابع از کجا به دست اومده؟ از افزایش قیمت‌ها. به همین دلیل میزان پرداخت نقدی جبرانی انجام شده توسط دولت به صورت سرجم نمیتونه بیشتر از هزینه‌ای باشه که از بابت افزایش قیمت‌های انرژی گرفته شده. تو چنین حالتی تأثیر اصلاح قیمت انرژی بر روی تورم موجب اون میشه که به صورت سرجم و خالص قدرت خرید خانواده ها در اثر اجرای این طرح کم بشه. مورد دوم ما حالت ب مربوط به شرایطی که دولت برای پرداخت های نقدی جبرانی به درآمد های حاصل از اصلاح قیمت ها اکتفا نمی کنه و منابع دیگه هم برای پرداخت نقدی در نظر میگیره. توی این حالت افزایش فشار هزینه‌ای بر بودجه دولت زمینه افزایش نقدینگی و تورم رو فراهم میکنه و بروز این حالت در عمل بسیار محتمل تر از حالت اوله. با توجه به ماهیت تورمزای سیاست نقدی کردن یارانه ها این نکته بسیار قابل اهمیت و حائز اهمیته که اصولاً عواقب منفی تورم بر هزینه های زندگی در دهک های پایین درآمدی بیشتر از دهک های بالاه و این واقعیت به سه تا عامل برمیگرده. اول، بخش اصلی درآمدهای دهک های پایین صرف کالاهای ضروری مثل مواد غذایی و مسکن و موارد مصرفش همین است که به لحاظ قیمتی دارای کشش پذیری بسیار پایینی هست. به همین دلیل پرداخت نقدی یارانه ها در صورت موفق بودن در اصلاح توزیع درآمد به سود دهک های پایین به افزایش مخارج روی کالاهای ضروری و در نتیجه اون تورم در این کالاها ختم میشه و باعث میشه که بخشی از آثار مثبت توزیع خونسا بشه. ثانیه، در دهک های پایین درآمدی غریب به اتفاق درآمد به مصرف اختصاص داره، در حالی که در دهک های بالا بخش بزرگی از درآمدها به پسنداز اختصاص پیدا میکنه. این واقعیت باعث میشه که تأثیرپذیری رفاهی درآمد دهک های پایین از تورم بیشتر از دهک های بالا باشه. ثالثاً، دهک های بالا عموماً صاحبان سرمایه و مالکان ابزار تولید ما هستند که ارزش دارایی و تولیدات اونها هم همزمان با افزایش قیمت ها افزایش پیدا میکنه و تورم اصلاً ساختار توزیع درآمد رو به سود مالکان سرمایه و دارایی ثابت و به زیان صاحبان اقشار کم درآمد که دارای درآمد ثابتی هستند تغییر میده و تملک دارایی های ثابت و ابزار تولید میبینیم که این قشر کم درآمد از اونها بی‌بهره‌اند و باعث توزیع نابرابر یارانه های نقدی خواهد شد در انتها. دومین دلیلی که دیدگاه مخالفان پرداخت یارانه های نقدی اون رو بیان میکنن تضعیف بخش تولید هست. شرایط حال حاضر تولید در کشور نشون دهنده وابستگی شدید به انرژیه که تا حد بسیار زیادی به سبب پایین بودن هزینه انرژی نسبت به
سایر هزینه های تولید در سالهای گذشته شکل گرفته این حالت. انرژی بر بودن ساختار تولید در کشور ما باعث شده که با افزایش در قیمت های انرژی و به دلیل چسبندگی و انعطاف ناپذیری ساختار تولیدی و قدرت تطبیق پایین ساختارهای چسبنده به ویژه در کوتاه مدت به ناچار بهای تمام شده کالاها و خدمات با اون افزایش پیدا کنه. با افزایش هزینه تمام شده بسیاری از محصولاتمون قدرت رقابت کالاهای داخلی در برابر کالاهای مشابه خارجی بسیار بسیار کاهش پیدا میکنه. از طرف دیگه افزایش قیمت انرژی بنگاه‌های تولیدی رو تا حدی وادار به کاهش مصرف انرژی میکنه که با توجه به وابستگی شدید بخش تولید به مصرف انرژی، کاهش مصرف انرژی از سوی بنگاه‌های تولیدی الزاماً به معنای کاهش سطح تولید خواهد بود. البته طرفداران سنتی سیاست اصلاح قیمت انرژی هم بروز رکود و بیکاری توی اقتصاد رو در اثر اجرای این طرح در کوتاه مدت ناگزیر میدونن، یعنی حتما در کوتاه مدت یک رکود و بیکاری در اجرای این طرح به وجود میاد. اما اونا معتقدن پس از این دوره گذار ساختار تولیدی در جهت افزایش کارایی و بهسازی مصرف انرژی اصلاح میشه و اثرات مطلوب اون بر بخش تولیدی در بلند مدت خودشو نشون میده. اما باید توجه داشته باشیم که اصلاح ساختار تولیدی واقعیه که خودکار و قطعی نیست و تحقق اون نیازمند مدیریت صحیح دوره گذار و فراهمسازی کلیه تسهیلات و زمینه‌های لازمیه که جهت تغییر ساختار تکنولوژی بنگاه‌های تولیدی است. سومین دلیل مخالفان پرداخت نقدی یارانه‌ها ضعف نظام اطلاعاتی در جهت شناسایی و رتبه بندی صحیح خانوار است. موفقیت در اهداف عدالت خواهانه سیاست پرداخت نقد یارانه ها مستلزم چیه؟ اینه که به رتبه بندی صحیحی از همه اقشار جامعه به لحاظ بهره‌مندی از یارانه ها به میزان استحقاقشون و شناسایی گروه های هدف دست پیدا کنیم. به میزان عدم تحقق این پیش شرطی که ما گفتیم از درجه موفقیت این سیاست کم میشه. معمولا در کشورهای در حال توسعه نظام اطلاعاتی در خصوص درآمد و ثروت بسیار ناقص و ضعیفه که این به ضعف در نظام حکمرانی اقتصادی و تأثیرگذاری و نفوذ برخی گروه های زینف در نهادها و شخصیت های تصمیم گیر و تصمیم ساز برمیگرده. زیرا در یک اقتصادی که رانتی باشه و مبتلا به درجاتی از فساد باشه، بسیاری از گروه ها شفافیت فضای اقتصادی رو به ضرر خودشون ارزیابی میکنن. خطا و اشتباه در تخصیص یارانه کارآمدی نظام یارانه نقدی رو به طور جدی با چالش روبرو میکنه. از یک طرف پرداخت یارانه نقدی به گروه های فاقد استحقاق منابع به دست اومده از محل افزایش قیمت ها رو اتلاف میکنه و از طرف دیگه عدم پرداخت یارانه نقدی به برخی گروه های واجد شرایط این نارضایتی عمومی رو افزایش میده. در ادامه اگه در مواجهه با این مشکلات دولت راه پرداخت به همه رو در پیش بگیره، این به منزله از بین رفتن هدف کاهش فشار بر بودجه خانوار هست، ضمن اینکه تحقق هدف توزیع هدفمند یارانه ها هم منتفی میشه و دیگه نمیتونیم از عبارت هدفمند کردن یارانه ها استفاده کنیم. چهارمین موردی که مخالفان پرداخت نقدی یارانه ها مطرح می کنند عدم کاهش هزینه های دولت در پرداخت نقدیه. همونطوری که گفتیم یکی از مهمترین توجیهات کلاسیک در حذف یارانه های فراگیر مربوط به کاهش در هزینه های عمومی و انقباض بودجه دولته که سیاستی ضد تورمی و ثبات ساز محسوب میشه. دولت ها معمولا واسه برقراری توازن در بودجه و علاج اساسی تورم در بلند مدت اقدام میکنن به چی؟ به صرفه‌جویی و کاهش هزینه های عمومی. این رویکرد در بسیاری از موارد با مخالفت های عمومی روبرو میشه که سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی
توأم میشه با پرداخت نقدی. تو این حالت نه تنها درآمدهای حاصل از افزایش قیمتها مجددا توسط دولت بین خانوارها و بنگاه‌های تولیدی توزیع میشه، بلکه حتی به جهت برخی ملاحظات سیاسی و ملاحظات اقتصادی میزان مصرف طرح یا همون پرداخت نقدی احتمالا از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمتها بیشتر و فراتر میره. این اتفاق تو مسیر و جریان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تو کشورمون دقیقا انجام شد و به وقوع پیوست و منابعی بیشتر از درآمدهای حاصله صرف پرداخت نقدی یارانه ها شد. کاهش مخارج عمومی از طریق حذف یارانه های فراگیر تنها زمانی ممکنه که پرداخت های جبرانی اساسا انجام نگرفته یا محدود به گروه های اندک بشه. پنجمین دلیل مخالفان پرداخت نقدی یارانه ها عدم کاهش معنادار مصرف انرژی. یکی از واقعیت های تقاضای انرژی که در مباحث اقتصاد انرژی مورد بحث قرار گرفته پایین بودن کشش قیمتی مصرف انرژی است. این به معنای اونه که در قیمت های نسبتاً پایین واکنش مصرف کننده ها به تغییرات قیمت انرژی در کوتاه مدت اندک بوده و صرفاً افزایش بسیار شدید قیمت‌ها میتونه کاهش معناداری رو در میزان مصرف به وجود بیاره. علت این اینه که انرژی دارای تقاضای مشتق است، به این معنی که به عنوان کالای نهایی مورد تقاضا قرار نمیگیره، بلکه واسطه‌ایه واسه بهره برداری از خدمات سایر کالاها. دلیل این واقعیت اینه که میزان تقاضا و مصرف انرژی در درجه اول وابسته به ساختار مصرف انرژی در کالاهایی که تقاضای انرژی برای بهره‌گیری از خدمات اون انجام میشه. مهمترین مصداق توی این موضوع وضعیت ساختاری مصرف سوخت در کشور ما. مصرف سوخت خودروهای تولید داخل بیشتر از دو برابر متوسطهای خودروهای خارجیه. بر این اساس نیمی از بالا بودن مصرف انرژی تو کشور ما به ساختار تولید خودروهای داخلی برمیگرده و اصلا ربطی به پرمصرفی از سوی مصرف کننده ها نداره. با افزایش قیمت انرژی ساختار مصرفی خودروهای قبلا تولید شده تغییری نمیکنه. حتی اصلاح روش های تولیدی در جهت کاهش مصرف سوخت در خودروهای تولیدی جدید هم خودش نیازمند سرمایه گذاری و تغییر تکنولوژی از سوی شرکت های خودروسازمونه که با دو تا موانع مواجهه، یکی توان و دومی تمایل. خودروسازها برای این تغییر تکنولوژی اولا انجام این سرمایه گذاری و تغییر تکنولوژی خودش نیازمند وجود توان مالی کافی و دسترسی به تکنولوژی های روز تولید خودروهای کم مصرفه. ثانیا حتی به فرض فراهم بودن مقدمه ها، فقدان و نبود تمایل در خودروسازان داخلی ما با توجه به فضای انحصاری که موجوده خودش به مثابه مانع دیگه واسه این عمل کرده جهت کاهش مصرف سوخت در خودروهای داخلی. به همین دلیل نمیتونیم انتظار داشته باشیم افزایش قیمت انرژی باعث بشه که تغییر تو این ساختارهای ذکر شده به وجود بیاد و این خودش ختم بشه به کاهش مصرف انرژی. این توضیحاتی که ما گفتیم خودش کم و بیش برای سایر بخش‌های تولید کننده که کالاهای مصرفی و با دوام انرژی بر تولید میکنند هم میتونه صادق باشه. کشش ناپذیری توی مصرف سوخت در حوزه حمل و نقل عمومی هم یکی دیگه از موضوعاتیه که باعث عدم کاهش معناداری مصرف سوخت در ازای پرداخت یارانه ها شده. مثال های دیگه هم هست که میشه مطرح کرد که پرداخت یارانه ها حتما به کاهش معنادار مصرف سوخت ختم نمیشه. اما ششمین موردی که میتونیم در دیدگاه مخالفان پرداخت نقدی یارانه ها بهش اشاره کنیم، ناسازگاری سیاست اصلاح قیمت ها با سایر اجزای اقتصادی کشور هست. سیاست حذف یارانه های قیمتی و شفاف سازی قیمت ها یکی از اجزای سیاست های تعدیل و آزادسازی اقتصادیه. کاهش مداخله دولت توی اقتصاد و سپردن امور به مکانیزم قیمت و بازار آزاد
گفتمان حاکم بر سیاست های آزادسازی.